دوستان، فشنگی آب یا سنسور دمای مایع خنک کننده، علائم خرابی این فشنگی چیا هستن؟ اگر فشنگی آب خراب بشه توی کارکرد موتور ماشینمون چه اثری میذاره؟ چطور تشخیص بدیم سنسور اصلی خریدیم یا تقلبی؟ این که میگن روی فشنگی آب مقاومت نصب کن تا موتور فن زودتر را بیفته، درسته یا اشتباه است؟ توی این ویدیو نکات مهمی که باید در مورد فشنگی آب بدونید رو به عرضتون میرسونیم، پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برق خودرو حاجیان. هدف ما توی این کانال اینه که هزینه های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو دیدید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک به ما دلگرمی میدید. دوستان، فشنگی آب، این فشنگی آب در اصل یک مقاومت متغیر هست که نسبت به دمای مایع خنک کننده یا همون آب رادیاتور این مقاومت تغییر پیدا میکنه. کامپیوتر ماشین شما برای اینکه تشخیص بده دمای کاری موتور ماشین شما در چه حدی هست، یک اختلاف پتانسیل یا یک ولتاژ از طریق دست سیم به این فشنگی آب ارسال میکنه. این فشنگی آب یا سنسور هم نسبت به دمای آب رادیاتور و موتور ماشینتون یک تغییراتی تو این ولتاژ اعمال میکنه و این ولتاژ رو برمیگردونه به کامپیوتر ماشین. کامپیوتر ماشین هم با این سیگنال تشخیص میده که الان دمای کاری موتور ماشین شما یا دمای آب رادیاتور موتور ماشین شما در چه میزانی هست. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید اگر فشنگی آب خراب بشه روی ماشین ما چه اثری میذاره؟ دوستان، اولین اثری که خراب شدن فشنگی آب توی ماشین شما میذاره افزایش مصرف سوخت ماشین شماست. دومین اثری که خراب شدن این سنسور روی ماشینتون میذاره خروج دود سیاه یا دوده از اگزوز ماشینتون هست. سومین اثری که روی ماشین شما میذاره بد روشنی ماشین هست، مخصوصا توی استارت های اول صبح. چهارمین اثری که روی موتور ماشین شما میذاره اینه که عملکرد موتور فن ها متناسب با دمای موتور ماشینتون نیست. میبینید موتور ماشینتون سرده ولی موتور فن داره یکسره کار میکنه، یا میبینید موتور فن دیر کار میکنه یا زود کار میکنه. خلاصه باعث میشه که موتور فن درست کار نکنه و آمپر آب ماشینتون بالا بیاد. پس باید مراقب باشید که اگر این علائمی رو که خدمتون عرض کردیم توی موتور ماشینتون دیدید، حتما این فشنگی آب رو چک کنید. برای چک کردن فشنگی آب هم باید دیاگ بزنید و ببینید آیا خطای عملکرد سنسور دمای مایع خنک کننده توی موتور ماشینتون ثبت شده یا نشده. معمولا خراب شدن فشنگی آب باعث ثبت خطا توی ایسیو ماشینتون میشه. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید این فشنگی های آب یا سنسور های مایع خنک کننده فیک و تقلبی هم دارن یا نه؟ چطور تشخیص بدیم سنسوری که میخواییم بخریم تقلبیه یا اصلیه؟ فشنگی های آب یا سنسور دمای مایع خنک کننده باید از جنس مس ساخته بشه. بعضی از عزیزان تشریف ببرن چین، آهنی اینا رو سفارش میدن برای اینکه سود بیشتری بکنن و میارن وارد کشور میکنن. حالا وقتی شما میای یه سنسور آهنی روی موتور ماشین دست میکنید، دو تا مشکل توی موتور ماشین به وجود میاد. مشکل اول اینه که آهن نسبت به مس رسانایی کمتری داره و دمای موتور رو به درستی به ECU گزارش نمیده. در نتیجه ECU موتور نمیتونه موتور رو به درستی کنترل کنه. مشکل دومی که برای ماشین شما به وجود میاره به خاطر اینکه فشنگی آب در مجاورت آب رادیاتور هست. اگر این جنس سنسور از آهن باشه زنگ میزنه و خودش توی آب رادیاتور ماشینتون حل میشه. این سنسور رو ببینید، این سنسور روی پژو 405 موتور XU7 نصب بود و به خاطر اینکه سنسور از بین رفته بود دما رو به درستی به ECU گزارش نمیداد و باعث شد ماشین ای بنده خدا واشر سرسیلن بسوزونه. حالا ممکنه شما بپرسید آقا ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که سنسوری تقلبی یا اصلیه؟ با یه آهنربا چک بفرمایید دیگه. یه الان این سنسور این مسیه، این مسیه، ولی اینو ببین، این مسی نیست، این آهنیه.
اینو ببینید. پس فشنگی آب یا سنسورهای آهنی حواست باشه روی موتور ماشینت نصب نکن، چون که میتونه هزینه موتوری برات درست کنه. ممکنه شما بپرسید این که بعضی ها میان میگن برای که موتور فن زودتر را بیفته توی مسیر فشنگی آب مقاومت نصب کن، درسته یا اشتباست؟ از این دست ویدئو توی فضای مجازی تا دلتون بخواد زیاده. این رفیقمون داره میگه بیایید دوتا دونه مقاومت موازی کنید و نصب کنید روی فشنگی آب کویک. متاسفانه میبینیم بعضی از عزیزان تعمیرکار میان میگن اگر میخواید موتور فنتون زودتر راه بیفته بیایید روی فشنگی یه دونه مقاومت نصب کنید. اون عزیزی که میاد این حرفو میزنه احتمالاً کوچکترین اطلاعی در مورد انواع فشنگی آب نداره. دوستان، سنسورهای مایع خنک کننده در دو مدل کلی تولید میشن، سنسورهای PTC و سنسورهای NTC. سنسورهای NTC بهشون میگن ضریب حرارتی منفی. توی سنسورهای NTC که 95% ماشینهای دنیا از این سنسورها استفاده میکنن، هر چقدر این فشنگی داغتر بشه مقاومت اون پایین تر میاد. توی سنسور یا فشنگی های PTC هر چقدر این سنسور داغتر بشه مقاومت داخلی این بالا میاد. فقط توی ماشین های 405 پارس و سمنت هایی که یونیت فن داشتن از این فشنگی استفاده میشد و ما فقط توی پژو 405 پارس و سمنت و زانتی هایی که یونیت فن داشتن میتونستیم مقاومت نصب کنیم. برای ماشین هایی که از فشنگی های NTC استفاده می کنند شما نمیتونید اصلا مقاومت نصب کنید. ECU خرابی سنسور رو تشخیص میده و باعث میشه موتور فنتون یک سره کار کنه. اگر این حرف رو یک برنامه ساز، یک یوتیوبر یا یک عزیزی برای بازدید گرفتن بزنه باز میشه حالا تحملش کرد. مشکل اونجاست که یک تعمیرکار میاد میگه آقا روی فشنگی مقاومت نصب کن، اینه که آدم اعصابش خورد میشه. چه کار میکنید با ماشین مردم؟ پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیو رو هم ببینید. توی این ویدیوی اول علامتهایی رو به شما گفتیم که نشون میداد باید روغن ترمز ماشینت رو عوض کنی و این روغن ایراد داره. این ویدیوی دوم هم به شما گفتیم اگر ماشینتون جوش آورد توی تابستون چه کار کنید که خرج موتوری گردنتون نیفته. از این که با ما بودید خیلی ممنونم. هدف ما کاهش هزینه ماشین شماست. پس اگر اتفاقی ما رو میبینید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطالبمون براتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.